محققان دانشگاه MIT در آمریکا میگویند امکان بازیابی حافظه و اطلاعات فراموش شده افراد مبتلا به آلزایمر وجود دارد. پژوهشگر ارشد این مطالعه سوسومو تونگاوا از برندگان جایزه نوبل پزشکی امیدوار است که این اطلاعات به شناسایی زودرس و درمان بیماران کمک کنند. همکارم دکتر شیده رضایی در استودیو با منه. شیده، بیشتر از این مطالعه توضیح بده که چطور این قضیه امکان پذیره؟ ببین، مثل بیشتر مطالعات دمانس و آلزایمر، جایی که روی مغز باید مطالعه بشه، ابتدا روی حیوانات آزمایشگاهی و اینجا روی موش‌ها این آزمایش رو انجام دادن. تصور قدیمی یک پارادایم چندین ده ساله وجود داشت که اطلاعات نابود میشن، حافظه و خاطره از بین میرن و کدبندی هاشون دیگه قابل دسترس نیست. اما دکتر تونگاوا و تیمش متوجه شدن که فقط از دسترس بیمار خارج شده، قابل برگشته. موش‌های آزمایشگاهی رو دو دسته با استفاده از مهندسی ژنتیک اونها رو یک گروهشون رو به بیماری آلزایمر دچار کردن، یعنی در واقع توانایی تعقل و خاطرهشون رو از بین بردن و متوجه شدن که وقتی به اینا شوک الکتریکی میدن توی جعبه، موشهای سالم نمیرن طرف جایی که شوک الکتریک داره، اما موشهایی که آلزایمر دارن، به اصطلاح چیز شبیهش دارن، میرن. بعد در مرحله دوم آزمایش سلول‌هایی از مغز رو در محل هیپوکامپ که مسئول خاطره نزدیک که همون چیزی که در آلزایمر از بین میره، تغییری دادن که به نور حساس میشد. پس وقتی نور تابوندن به این بخش مغز موش‌ها، متوجه شدن حافظه و خاطره برگشت کرد. از اینجا نتیجه گرفتن که حافظه و خاطره در مغز در جایی این کدهاش باقی میمونه که اگر چنانچه درمان زود آغاز بشه میتونن اونها رو برگردونن. حالا تازه ترین پیشرفت‌های بالینی در درمان آلزایمر چیه؟ ببین، همونجور که اشاره کردیم، توانایی‌های ذهنی و عقلی و استنتاج و تعقل از بین میره. برای همین باید چند گروه اساسی دارویی که چند سرفصل مشخص رو دنبال میکنن به بیماران داده بشه. یکیش آنتیبادی‌های مونوکلونال هستن که یادم با هم دیگه یه برنامه داشتیم، سولانزماب اصلی ترین داروشه که بسیار خوشبینانه است و احتمال داده میشه که بتونه سیر بیماری رو متوقف کنه. و یک سری داروی دیگه هستن که تخریب رو جلوگیری میکنن، تخریب هرچه بیشتر سلول رو، که داروهای قدیمی تری هستن، آنتیکولین استراز ها هستن، گالانتامین و دونپزیل. این داروها قبلا هم استفاده میشده. ترکیب تمام این داروها به اضافه یک سری سیاست های در واقع پیشگیرانه و حمایتی مراقبت از بیمار که عملی ترینش رو میتونم اینجوری بهتون بگم: تو خونه آینه زیاد نذارید. افراد مبتلا به آلزایمر دچار بیقراری میشن وقتی آینه ببینن. حتما لوکیشن موبایلشون رو فعال کنین، اگر رفتن بیرون اینجوری گم نمیشن، و از عکس ها و اشیای خاطره انگیز استفاده کنین. کمکشون میکنه. ممنون شیده رضایی که در استودیو با من بود.